گرچه قصه قرن بیستم با صدای جنگ‌های جهانی و نهایتاً بمب اتم در سال 1945 آمیخته شده، اما اینا هیچ کدوم قصه جذاب جنگ قرن نیستن. اصلاً قصه جنگ قرن بیستم جایی بیرون از اروپا رقم خورد، جایی در آمریکای جنوبی، در کشوری با پرچم آبی و سفید. شروع این قصه از 3 اکتبر 1960 بود، زمانی که دیگو به دنیا اومد تا فوتبال رو به جای بازی بجنگه. پله، رونالدوها، بکنبایر، مسی، کرایوف و دیگران فوتبال رو نجنگیدن بلکه بازی کردن. برای همین دست خدا به کمک هیچ کدومشون نیومد. گرچه کهنه سرباز این جنگ قافیه را به مواد مخدر و قاچاق و چیزهای دیگه فروخت، اما هیچگاه مدال‌های افتخارش فراموش نشدن. حالا گیم بالاگه، یکی از معروفترین فعالان رسانه فوتبال، علیه فراموشی کتابی رو منتشر کرد تا عادل فردوسی پور اونو ترجمه کنه. تو فصل اول کتاب، دقیقاً جایی که قرار درباره ال پلوسا حرف بزنه، دونیا توتا در 81 سالگی با سر و صدای زیادی از دنیا میره. توتا مادر مارادونا بود. ال پلوسا به معنای کرک، همون پسر موفرفری بود که بعداً شد مارادونا. فصل دوم کتاب از پیوستن به بوکا جونیورز میگه و قهرمانی جام جهانی جوانان 1979 ژاپن. البته جشن این قهرمانی به نفع دیکتاتوری آرژانتین خورخه رافائل تموم میشه. به فصل سوم کتاب میرسیم، جایی که تجربه حضور در بارسا و نهایتاً ناپولی رو گزارش میکنه. ناپولی یکی از مهمترین بخش‌های قصه مارادونا است. اواخر داستان دیگو آرماندو مارادونا در فصل چهارم روایت میشه، همراه با دوپینگ و چیزهای دیگه، جایی که دنیا گرچه با اون خداحافظی کرد، اما هیچگاه به دست فراموشی نسپرد.